شما زمانی که تصور میکنید بازاری که در پیش رو قرار داره بازار بورس، تصور میکنید بازار مثبتی باشه، دوست دارید که نسبت به اون تارگتتون سهمی، قراردادی، هر چیزی که میتونید به پایین ترین قیمت ممکن به دست بیارید. مثال بزنیم ما هم. مثلا من تصور میکنم که بازار طلا جوری خواهد بودش که مثلا سکه میشه 50 میلیون تومان. کی؟ در تاریخ مثلا مرداد ماه 1402. پس توی مرداد ماه 1402 من تصور میکنم سکه 50 تومانه. اگر بتونم هر کاری بکنم که تو اون تاریخ مرداد، دقیقا تو اون تاریخی که دارم تصور میکنم به این قیمت میرسه، تو اون تاریخ سکه رو پایین تر از چیزی که فکر میکنم هست یا خواهد بود به دست بیارم، من سود خواهم کرد. مثلا فکر میکردم سکه تو مرداد ما 50 تومنه، من یک قراردادی ببندم که الانم نه، دو ما دیگه به من بیاد یک نفری بفروشه سکه رو 40 تومن 45 تومن. خب من اینجا 5 میلیون با توجه به تارگتی که خودم در نظر گرفته بودم به نظرم سوده. پس میرم اون ازش، این قرارداد رو میرم ازش میگیرم. خب فروشنده چرا حاضر میشه به من 45 تومن بفروشه؟ یه قراردادی بیاد بده به من که توش نوشته شده سکه یه 45 تومانی به شما داده خواهد شد در تاریخ مثلا اول مرداد ماه 1402. چرا باید 45 میلیون تومانی به من بده؟ اون چه فکری میکرده؟ فروشنده اختیار خرید، فروشنده کلن اون اختیارهایی که از جنس خرید هستن یا به اصطلاح کال آپشن ها، فکر میکنن بازار نزولیه. یعنی من فکر میکنم بازار سعودی سکه از 34-5 تومن مثلا میره میرسه به 50 تومن. اون فکر میکرد که مثلا به 50 تومن که نمیرسه مثلا حدودا بخواد بره بالا میشه 37-8 تومن. پس اومد به من فروخ مثلا 45 تومن و یه پولی هم از من گرفت. اون خیالش پیش خودش، اون فروشنده خیالش پیش خودش راحته که آقا قرار نیسته که برسه به 45 تومن که. پس من یه قراردادی رو میفروشم به اون قیمتی که فکر میکنم قراره بهش نرسه و یه پولی هم اینجا میگیرم. شما مثلا بخوای یه قراردادی که 50 میلیون تومن یا 45 میلیون تومن رو میتونی سکه به دست بیاری بخری، مثلا باید یک 2 میلیون تومنی شما بپردازی. شما بابت به دست آوردن اون قرارداد 45 میلیونیه که توش نوشته سکه بهت میدن، باید 2 میلیونی بدی تقریبا برای همون قراردادش. خود اون برگه قرارداد 2 میلیون میارزه. فروشنده 2 میلیون از شما میگیره ولی متعهد میشه. شما میایید اون حالا قرارداد رو میخرید و آپشن این رو خواهید داشت، اختیار این رو خواهید داشت که میتونید حالا اون کالاتون رو در اون تاریخ به دست بیارید یا میتونید ازش استفاده نکنید. مثلا بگید آقا میخواستم مثلا به این قیمت بگیرم، دیگه الان نمیصرفه واسم، نمیخوامش، و یا اعمال نکنید. پس فروشنده ها متعهد میشن، فروشنده ها مجبورن که به، شاید عامیانش رو بخوایم بگیم، اینه که به ساز خریداره حالا برقصه. هر حالتی که خریدار بگه، بگه خریدار میخوام قراردادم رو اعمال کنم، فروشنده باید انجام بده. خریداره بگه نمیخوام اعمال بکنم یا اصلا کلا رها کنه، فروشنده هم که از خودش یه پولی گرفت و تموم شد رفت. پس اینجا به فروشنده همون پولی که شما بابت قرارداد دادید میرسه. بیایم رو سهممون. میگه 60 رو میتونی به دست بیاری 86 تومن. من اگه تصور میکنم در تاریخ 8 شهریور سهم 60 بالاتر از این 86 تومنه، خب منطقا میرم اینو میخرم دیگه، میرم قرارداد رو میخرم. تازه خیلی هم چیز نیستم سهمم مثلا بیاد پایین، اگه اومد پایین یا 86 تومن هم نرسید، بالاتر از 86 تومن هم نرسید، چه ضرری بر من که خریدار بودم داره؟ این پول قراره بپردازم، این قرارداد رو به دست بیارم دیگه، پس خیلی ضرر خاصی ممکنه نکنم. اوکی، فروشنده چه فکر میکنه؟ فروشنده فکر میکنه همین الان که مثلا بازار نزولیه، قراره که نزولی به حالا روند خودش ادامه بده، قراره که بازار همینجوری نزولی باشه تا کی؟ تا زمانی که این 136 تومن در تاریخ 8 شهریور ماه زیر قیمت تقریبا 90 تومن 86 تومن باشه.
این البته زیر قیمت 86 تومن باشه، پس به همین خاطر حاضر شده بفروشه. میاد میفروشه و یک به ازای هر قراردادی، به ازای هر قراردادی که 1000 تا سهم توش تعیین تکلیف میشه، 610 ریال یا 61 تومن به ازای هر سهم داره به دست میاره. و این خب خیلی چیز زیادی محسوب میشه. 610 که اینجا دارید میبینید عدد بالاییه واسه فقط قرار داده. یعنی شما این 610 رو که دارید میپردازید، این قرار داده میخرید، اصلا به این معنی که سهم رو دارید نخواهد بود. ممکنه که سهم رو در آینده اصلا نخواهید بگیرید یا نخواهید اقدام بکنید برای به دست آوردنش. به همین خاطر اینجا این 610 رو دارید میپردازید که فقط قرارداد رو به دست بیارید. فروشنده هم 610 تا داره میگیره به این نیت و به این خیال که در تاریخ سررسید پایین تر از این قیمت 86 تومن خواهد بود. این 610 از کجا میاد؟ اصطلاحاً بهش میگن ارزش یا پریمیوم یک قرارداد اختیار. پریمیومی که شما دارید حالا کلن در نظر میگیرید و توی قراردادهای مختلف میبینید که متفاوت قیمتش، ساخته شده از حالا دو تا شاید رکن اساسی هستش. رکن اولی که یک قیمت رو میسازه، قیمت یک اختیاری رو میسازه، روزهای مانده تا سررسیده. چرا؟ چون امید به نوسان توی هر چقدر که بیشتر باشه مانده تا سررسید، امید به نوسان و امیدواری به این که حالا قیمت سهم شما بره بالاتر بیاد پایینتر بیشتر وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگه من برای 5 سال آینده بیام یه قراردادی رو ببندم، تا 5 سال آینده معلوم نیست چی میشه. ممکنه 1000% بره بالا، ممکنه 1000% یه چیزی، حالا پایین اومدنش که چی، ممکنه خیلی تغییر بکنه قیمتاش. 1000% میخواستم میگه بیاد پایین که نمیشه، ولی ممکنه که 10 برابر بشه، ممکنه که 1/10 بشه و ممکنه که کلی تغییر داشته باشه. ولی اگه بگن همین فردا نهایتاً سهم 60 مثلا میتونه چقدر تغییر بکنه، نهایتاً 60ی که اینجا شما دارید میبینید میتونه 5% تغییر بکنه، میره بالا 5% میاد پایین. و اگر فردا باشه، پس امیدی به خیلی نوسان داشتنش وجود نداره. هر چقدر طولانی تر اون روزهایی که مونده تا سر رسید ارزش میسازه واسه قرارداد شما. پس این 94 روزه مثلا ممکنه ارزشش باشه 200 ریال یا 20 تومن، 93 روز ممکنه باشه 198، 92 روز ممکنه دوباره برسه مثلا به 200، تغییر میکنه هی. ولی 30 روز مونده تا سر رسید مثلا ارزشش میشه 70 ریال 7 تومن. نمیدونم یه روز مونده تا سر رسید تقریبا دیگه ارزش زمانی وجود نداره. و رکن دومی که قیمت یک اختیار رو میسازه چیزی نیست جز فاصله قیمتی که اون قرار داده داره تا اصل سهم. 86 تا 136 اگر بخوایم در نظر بگیریم تقریبا میشه 40 تومن اختلاف. اگر درست حساب کرده باشم 90 باشه 100 136 حالا دیگه 46 تومن اختلاف پیدا میکنه. این 46 تومنه یا 460 ریاله که اختلاف پیدا کرده به چه صورتی میشه؟ اختلافی که اینجا پیدا کرد به این صورت میشه که خودش رو توی این قیمت آخر معامله نمایش بده. یعنی 460 تا از این 610 تا روی کاغذ، حداقل روی کاغذ، به خاطر اختلاف قیمتی این اعمال کردنه و قیمت امروز نماده، ما بقیش پس چیه؟ همون ارزش زمانی هستش که عرض کردم خدمتتون. تو روز دیگه ممکنه تغییر بکنه، ممکن این اختلاف بیشتر شده باشه، زمان درستی کمتر شده، ولی اون اختلاف اینقدر زیاد شده که دیگه ممکن دوباره این قیمت بره بالا. به افق عموم هم بستگی داره، افق دید عموم هم بستگی داره، انتظار عموم هم بستگی داره. اگه من فکر میکنم بازار نزولیه، خب پس این قیمتش، اختیار خرید بودنش ممکنه که بیاد پایین تر به نسبت. چرا؟ چون فردا 60 خودش اصلش میاد پایین، اختیار خریدش هم فاصله کمتر میشه، باید قیمتش بیاد پایین تر. کسی میگه حاضر نیستی به این 86، چون خیلی ها ممکن تصور کنن حتی تو تاریخ 8 شهریور ماه
قیمت 60 تا از 86 تومانی که میتونن به دست بیارن هم شاید بیاد پایین تر. واسه همین شروع میکنن به فروختن یا شروع میکنن به بستن اون قراردادهای بازشون و قیمت این ممکنه که هی افت پیدا بکنه. این از این تقریبا چیزی که نیاز داریم راجع به فهمیدن اختیارها و اون میشه گفت موارد پایه‌ایش همینه که اختیار خرید چه شکلیه، قیمتش چیه، رو چند تا سهم، منظورم از تاریخ سررسی چیه، چه فکری میکنه اونی که میره میخره، چه فکری میکنه اونی که میفروشه و کی تعهد داره و خدمتتون عرض کنم که کی اختیار داره که یه کار رو انجام بده یا انجام نده. این راجع به اختیار خرید بود. اختیار فروش هم همینه، فقط بالعکسش میشه. میگه که شما اختیار خواهی داشت خریدار اختیار فروش، یعنی این تستا رو اگر کسی بخره خریدار اختیار فروش اختیار این رو خواهد داشت که در تاریخ سررسید، یعنی 86-1402 سهم 60 تایی که داره رو بفروشه به قیمت 86 تومن. سهم 60 تایی که در تاریخ سررسید داره، الان اصلا اهمیتی نداره عزیزم که داره قرارداد رو میگیره، اصلا اهمیتی نداره سهمو داره یا نداره، شما دارید قراردادش رو میگیرید، ولی در تاریخ سررسید که میخواین اعمال بکنید اونجا سهم مثلا نیازه، یا حالا ما با تفاوتش که در ادامه توضیح میدم خدمتتون. پس اختیار فروش رو کسی میخره که چیه؟ چه فکری میکنه؟ که فکر میکنه بازار نزولیه. من اگه فکر کنم بازار نزولیه، قرار قیمت 60 از همین امروز هی هر روز بریزه، خب توی بازار نزولی هم شما میتونید توی اختیارها سود به دست بیارید، میتونید ازش استفاده بکنید. پس چه کار میکنن؟ پس شروع میکنن به خریدن اختیار فروش اگر فکر میکنن پایین تر از 86 تومن خواهد بود در تاریخ سررسید. شروع میکنن به خرید کردن و اگر در تاریخ سررسید زیر 86 تومن بود میفروشن، اگر که زیر 86 نبود من اختیار دارم استفاده نمیکنم از اختیارم، قرار دادم استفاده نمیکنم و نمیفروشم. حالا فروشنده اختیار فروش چه فکری میکنه؟ یعنی در طرف مقابل اون خریدار و فروشنده ها، اونایی که عرضه دارن میکنن، این فروشنده چه فکری میکنه؟ فروشنده فکر میکنه که بازار بازار سودی خواهد بود. یعنی اونی که فکر میکنه بازار نزولیه در طرف مقابلش فکر میکنه بازار سودیه، قطعا قیمت 60 مثلا از 86 تومن بالاتره. پس من که فکر میکنم در تاریخ 86 بالاتر از قیمت 86 تومن خواهد بود قیمت 60 تا، چیکار میکنم؟ میام میفروشم که یه پولی به دست بیارم. کلن میشه گفتش که یک درصد زیادی از حالا نیت فروشنده ها، اگه بخوایم نیت خوانی بکنیم، یک درصد زیادی با یک احتمال زیادی نیتی که فروشنده ها دارن بخاطر تأمین مالیه، میخوان پول به دست بیارن. ریسک زیادی داره ها. چرا؟ چون شما متعهدی، ریسکت میتونه بی نهایت باشه، چه ضررتون میتونه بی نهایت باشه، حد نداره ضرر شما. ممکنه که مثلا 60 تا بیاد برسه به 20 تومن، 60 تا بیاد برسه به 20 تومن قیمتش در تاریخ 8 شهریور. اگه رسید به 20 تومن یا 200 ریال، شما گفتی من میخرم ازت، به اونی که فروشند اختیار فروش رو داره یا خرید کرده گفتی من ازت میخرم به قیمت 86 تومن، بعد اگه اون بیاد اعمال بکنه شما مجبورید با تفاوت 20 تا 86 تومن رو از جیبتون بدید به ازای هر سن و نمیتونیدم زیرش بزنید بگید نه من قرارداد رو نمیخوام اعمال بکنم و کاری ندارم و فلان و اینها. گفتیم فروشنده ها موظفن، پس به همین خاطر حتما حواستون باشه به این قضیه. چهار تا حالت مختلف رو شناختیم با هم: خرید اختیار خرید، بازار سعودی، فروش اختیار خرید فکر میکنه بازار نزولی، خریدار اختیار فروش فکر میکنه بازار نزولی و فروشنده اختیار فروش فکر میکنه که بازار سعودی خواهد بود. و این حالت های مختلف دو به دو با هم دیگه یکسانه، یعنی خرید اختیار خرید با فروش اختیار فروش یکسانه و فروش اختیار خرید با خرید اختیار فروش نیتشون یکسانه، اما یکیش اختیار داره و هیچ گونه
شاید تعهدی براش وجود نداره و میتونه بگه میخوام، میتونه بگه نمیخوام، اونهایی که خریدار هستن. ولی فروشنده ها مجبورن که به ساز حالا خریداره برقصه و هر کاری که میگه انجام بده و این بستگی به اون طرف خریدار داره. اینم تا اینجا. بریم یه 10 دقیقه توضیح بدیم مجدداً استراتژی هامون رو، که اصلا معنی استراتژی چیه، چه نوع استراتژی هایی داریم، به چه صورتی هست. و این توضیحو که دادیم بریم یه چند دقیقه سوال رو با هم دیگه مرور بکنیم و وقتی که برگردیم میریم کامل دیگه روی استراتژی ها و انواع استراتژی ها رو توضیح میدیم خدمتتون. توی بازار سهام شما سهمو میخرید، میره بالا، اگر نرفت یه حد ضرری دارید، توی حد ضررتون مثلا خورد میفروشینش. ولی از این طرف توی بازار اختیار ممکنه که شما حتی بتونید کارهای انجام بدید که ریسک خودتون یا ضرر خودتون رو محدودتر بکنید، ریسک خودتون رو بیاین ببندید تهش رو، بگید دیگه مثلا بیشتر از انقدر دیگه تحت هیچ شرایطی من مثلا ضرر نخواهم کرد. پس شما میاین استراتژی های مختلف رو هم پیاده سازی میکنید و اینجا یادداشت میکنید و تو گوشه ذهنتون دارید. استراتژی های مختلفی وجود داره برای بازار اختیار. شما هر چند تا اختیار رو که با هم دیگه ادغام بکنید، ترکیب بکنید، میشه یک استراتژی معاملاتی توی بازار اختیار. خب مثلا یعنی چی؟ مثلا یعنی که آقا من اختیار خرید رو میخرم، به جای سهم میرم اختیار خرید میخرم. استراتژی 1 شما یاد گرفتید. استراتژی 2 میگم مثلا فکر میکنم بازار نزولیه، به جای اینکه دست رو دست بذارم سهم نخرم، میرم اختیار خرید رو مثلا میفروشم، یا این که میرم مثلا اختیار فروش میخرم. پس استراتژی 2-3 میشه. و حالت های دیگه 4 تاشو یاد گرفتیم. ساده ترین نوع استراتژی های اختیار همین خرید کردن یا فروختن اختیار ها هستش و شما همین رو مد نظر قرار میدید و میشه حالا شاید استراتژی اول، راهکار اول و اون باور ذهنی که شما خواهید داشت. این ساده ترین نوع استراتژی هایی که عرض کردم خدمتتون، تقریبا میتونیم بگیم که 60-70% بازار از همین 4 تا حالت استفاده میکنن. خیلی تعداد افرادی که اصلا کلن از اختیار استفاده میکنن به نسبت حالا معامله گران سهام کمتر هست و همون تعدادی کم از معامله گران اختیار هم خیلی تعداد کمی ازشون میان و از استراتژی های شناخته شده بازارهای جهانی هم استفاده میکنن. اونها چیان؟ میرسیم بهش. یه استراتژی دیگه ای هم وجود داره که میتونیم با هم دیگه الان حالا حواسمون باشه و استفاده بکنیم ازش. تا الان چی گفتیم؟ تا الان گفتیم که آقا میرسه به تاریخ سررسی، شما اعمال میکنید یا اعمال نمیکنید، سود یا ضرر نهایتا شناسایی میکنید و اون قرار داده تموم میشه وضعیتش، درسته؟ یعنی رسیدیم، اعمال میکنیم و نمیکنیم، تموم شد رفت. اما حالتی که وجود داره اینه که شما دارید بابت قرارداد هم یک پولی دریافت میکنید یا یک پولی رو میپردازید. مثلا من میرم قرارداد 60 تا رو میخرم 61 تومن، پس فردا بازار مثبت میشه، 60 تا میره میرسه به 150 تومن، 160 تومن. گفتیم ارزش ذاتی این نماد، این اختیار هم باید حفظ بشه، مثلا 150-60 برسه، این میشه حدوداً 80-90 تومن. شما دیگه نیاز ندارید یا فکر میکنید نمیخواید منتظر بمونید تا تاریخ 8 شهری و میایید اون قراردادتون رو که پول پرداخت کرده بودید، خریده بودید رو میفروشین، میبندینش اصطلاحاً. مثلا من 10 تا قرارداد گرفته بودم به قیمت 610، قرارداد من قیمتش رفت رسید به 900. همون قرارداد رو میام میبندم، دیگه نمیخوام منتظر بمونم تا تاریخ سر رسید، میبندمش و 900 منهای 610 من سود شناسایی میکنم، 30 تومن تقریبا 290 ریال 29 تومن سود شناسایی میکنم. و این سودی که شناسایی کردم میشه سود اون پریمیومی که من حالا دریافت کردم و حواسم هست. این اصلا به این معنی که آقا من اصلا به این معنی که
این اتفاقی که افتاده باید حتما منتظر بمونم تا تاریخ سررسید قرارداد نخواهد بود. خیلی راحت من اومدم از پریمیومش استفاده کردم. پس این همیشه استراتژی که شما از قیمت‌های اختیارتون دارید استفاده میکنید. استراتژی بعدی چی هست؟ هر کدوم از اینهایی که عرض کردم خدمتتون، چون ساده است خیلی دیگه سعی میکنم سریعتر ازشون عبور کنم. اگر حس کردید جایی ابهام داره براتون یا سخت دارید متوجه میشید بفرمایید، من حتما مجددا عرض میکنم خدمت شما که به چه صورتی هست. خب نوع بعدی استراتژیمون که خیلی خیلی شاید پر استفاده باشه و خیلی هم شیرین خواهد بود سودش با اینکه درصد زیادی نیست، بهش میگن استراتژی استفاده از فرصت‌های آربیتراژی. این به چه معنیه؟ آربیتراژ یعنی چی؟ اصلا چرا اتفاق میفته؟ چرا بهش میگیم فرصت آربیتراژی؟ فرصت آربیتراژی اونجایی پیش میاد که یک دارایی در دو بازار با قیمت‌های مختلفی ارائه بشه. الان بازار خودرویی که مثلا قرعه کشی میشه، دقیقا میتونیم بگیم که یک فرصت آربیتراژیه. چرا؟ چون شما مثلا اگر توی قرعه کشی برنده بشید میتونید خودرو رو به دست بیارید 300 تومن، همون توی بازار آزاد بفروشید مثلا 700 تومن 800 تومن و 400 میلیون اونجا سود بکنید شما بدون هیچ ریسکی. شما فقط به خاطر قیمت گذاری شاید بگیم اشتباه در دو تا بازار شما سود به دست میارید. این رو اگه بخوایم ریز ریز ریزش بکنیم، میرسیم به این اختیاره. میگیم که اختیار 60 فکر کنید الان رسیدیم به تاریخ 6م 7م شهریور ماه. امروز 6م 7م به جای خرداد شهریوره. و شما میان نگاه میکنید، میبینید که مثلا اختیار خرید 60 هست 86 تومن و خود 60 توی بازار هست 90 تومن. 60 هست 86 تومن قرار دادش و تو بازار برای همون اون روزی که دارید چک میکنید مثلا هفتم شهریور هست 90 تومن 900 ریال یا 865. شما میان نگاه میکنید ببینید که خود قیمت این اختیار چنده. قیمت اختیار رو میان نگاه میکنید، مثلا اینجا خورده برای شما 100 ریال خورده 110 ریال به جای 6 هست 1 110 ریال 11 تومنه. این 86 رو به اضافه 11 که بکنیم تقریبا مثلا میشه 96 هفت. و گفتیم تو بازار چند بود؟ اینجا این 90 بود، این 86 هفت میشد. مثلا تو 60 تو بازار فکر کنید که 100 تومنه، یا نه همون 90 رو در نظر بگیریم، 900 ریال در نظر بگیریم، اینو بگیریم همون 865 تا. ولی به جای این که مثلا قیمت پریمیومش باشه 610 هستش 10 ریال یا 1 ریال هم حتی ممکنه ببینید شما 10 ریال ممکنه باشه، 10 ریال 1 تومن باشه، اینجا میشه در میاد براتون 87 تومن، میشه 875 ریال. 875 تا 900 میشه سود شما و میشه اون فرصت آربیتراژی. چرا؟ چون یه روز بیشتر نمونده و توی این یه روز دیگه خیلی تغییری که نمیتونه بکنه، اصلا تغییر نمیتونه بکنه. و وقتی که نمیتونه تغییری بکنه، اتفاقی که میفته این هستش که یک سری افراد هستن و خریدار اختیار خرید بودن توی روز سررسید، یا مثلا نهایتا یه روز مونده به سررسید، معمولا تو روز سررسیدش یه روز مونده به سررسید، میان میبینن که اگر بخوان قرارداد رو اعمال بکنن باید حتما مثلا به ازای هر برگ سهم 865 ریال داشته باشن دیگه. بعد میبینن اصلا پولی ندارن، نمیتونن قرارداد اعمال بکنن، نمیتونن کاری بکنن. برای اینکه بخوان یه سودی حالا شناسایی بکنن، یه کاری انجام بدن، قراردادشون رو ببندن که حالا دیگه سوخت نشه، میان میفروشنش. پس ممکنه بگید که آقا چرا این اتفاق ممکنه بیفته؟ خب چون میدونه که سهمش تو بازار داره 900 ریال معامله میشه، 90 تومن معامله میشه،
چرا حاضر میشه که مثلا به قیمت 10 ریال بفروشتش؟ چون فقط میخواد قراردادش رو ببنده، پول نداره اعمال بکنه. پس به همین خاطر میاد و حاضر میشه که به قیمتی پایین تر از اون چیزی که توی بازار داره به فروش میرسه سهمش، قراردادش رو ببنده. و شما از این فرصت استفاده میکنید، قرارداد رو میخرین و وقتی قرارداد رو خریدین اعمال میکنید، صاحبش سهم 86 تومانی میشین و همون سهم تو بازار هست 90 و شما ما با تفاوت این دوتا رو سود میکنید. و این سود کردنه بدون ریسک هستش عزیزان. اصلا کلن فرصت آربیتراژی به اینش معروفه که بدون ریسکه. شما فقط به خاطر قیمت گذاری اشتباه این رو به دست آورد. حالا چطوری میتونید ازش استفاده بکنید، پیدا بکنید؟ کاری که میکنید اینه که میایید توی اینجا یا اکسلی که دارید یا هر چیزی که هست، بر اساس روزهای باقی مونده تا سر رسید، اینجا بر اساس این روزهای باقی مونده تا سر رسید سورت میکنید. اینا رو میبینید الان یک بوده، یک 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 یک. بذارید یه دونه‌شو باز کنیم مثلا برای ظهر. هفتاد و شیش، هفتاد و شیش تومنه. بذار 3325 تومنش بکنیم، تقریبا در میاد 390، تقریبا در میاد 400 خورده. بیام اینجا زوب رو بزنیم. زوب بود آه. 411. چی کار میکنید شما؟ الان جمع میکنید 3258 به اضافه 760. بذارید ببینیم که اشتباه هم نکنیم. اگر این سیستم نفتی جواب بده، جمع میکنیم این دوتا رو. اگر که کمتر از این 4111 در بیاد، چون همین امروز هم قیمت، یعنی همین امروز هم تاریخ سررسیدش هست، پس اعمال کردنش میارزیده. ولی باید یه جوری باشه که یه درصدی 3258 به علاوه 760 در میاد 4401 تومن، در صورتی که تو بازار هست 411 تومن. و اگر که حالا بخوایم در نظر بگیریم یه تقسیم بکنیم 4100 11 نه میشه 97%. یعنی شما 3% اینجا سود به دست میارید و این 3%ی که شما اینجا سود به دست آوردید سود بدون ریسکی هستش. یک جاهایی میرسه حتی تا 10-11% هم برای شما سود خواهد داشت. پس با این وجود که شما دارید میبینید یه همچین چیزها اینجا وجود داره، یک همچین فرصت های اینجا وجود داره، کاملا قابلیت استفاده داره. و بقیه این موارد مثلا برای فامیلی هم میتونستید چک بکنید ببینید چند در میاد، میخریدیم اعمال میکردیم. فقط باید حواستون باشه مثلا 10 تا قرارداد خریدیم، باید 10,000 تا حداقل 325 شما داشته باشید و میبینید 26% منفی خورد. حالا اینکه کی رسیدی به این 26% منفی هم جای بررسی داره. اما زبان شما میتونستی 411 رو دست بیاری و فردا حالا مثلا با قیمتی بالاتر از این 401 تومنی که براتون به دست میومد، 401 که براتون به دست میومد، اگر بفروشین سود شما محسوب میشه و این سود سود بدون ریسکی هستش که شما میتونید به دست بیارین. برای این بازار امروز ما 3% سود کردن فوق العاده میتونه باشه، ولی هر روز این فرصت آربیتراژ نیست، چون هر روز قرار نیستش که ما خدمتتون عرض کنم که سر رسیدشون باشه این قراردادها. میبینید امروز تموم شه، 10 روز دیگه میشه اول این قراردادی که داره به سر رسیدش میرسه. پس این 10 تا 9 روز دیگه شما نمیتونید از فرصت آربیتراژ تقریبا خیلی استفاده خاصی بکنید. این هم نکته ای که اینجا در خصوص این فرصت ها وجود داره. 6 تا اول خیلی شاید با هم دیگه ساده رو یاد گرفتیم، سختاش بمونه برای
ساعت 3 و ربع به بعد. این چند دقیقه رو در خدمتتون هستم. اگر سوالی، نکته پامی تا الان که با هم دیگه گفتیم و رفتیم جلو به وجود اومده یا توی ذهنتون هست رو بفرمایید، برطرف کنیم و میریم ادامه. من تصویر رو از حالت شعر در آوردم و الان تصویر شعر نیستش. اگر حالا نیاز بود مجددا تصویر رو هم شعر میکنم. خب بریم ببینیم سوالا. پس چرا پریمیوم بهش اضافه نمیکنم؟ یکم صبر کنید، حتما اضافه میکنم بهش. میخواستم توضیح بدم که اصلا چیه و به چه صورتیه. واسه همین اوایل اول کلاس خیلی پریمیوم رو در نظر نمیگرفتم تا در ادامهش. آیا میشه قبل از تاریخ اعمال زودتر فروخت یا خرید زد؟ بله، شما میتونید قراردادهایی که خریدید رو ببندید، میتونید قرارداد جدیدی بخرید و الی آخر هر کاری میتونید انجام بدید. فقط حواستون باشه شما دارید با قیمتهای پریمیومتون معامله میکنید. ممکن کمتر بشه، بیشتر بشه، سود و ضررتون اونجا هم باید در نظر بگیرید و فقط در تاریخ سررسید میتونید اعمال بکنید، یعنی اعمال کردنش در تاریخ سررسیده. در مورد اینکه سهمی قرار افزایش سرمایه یا ممکن افزایش سرمایه و قیمت سهم هم تعدیل بشه، ممکن توضیح بدین تو زمان تصفیه اختیار. ببینید، نکته ای که هست اینه که اگر افزایش سرمایه بخوره، تعدادی حالا قیمتی جابجا بشه و هر حالت دیگه ای، اون پکیجی که شما دارید میبینید میزنه اندازه قرارداد، اندازه قرارداد تغییر خواهد کرد. مثلا برای همین زباهن اگر نگاه بکنید، الان حالا در ادامه توضیح میدم یا تصویر شیر میکنم نشون میدم بهتون، زباهن به جای قرارداد 1000 تایی مثلا شده تعداد برگیه، تعداد هر قراردادش شده 1151. این 1151 میتونه به دلتهای مختلفی که شما فرمودید باشه و اینجوری تعدیلش رو میتونید ببینید که صورت میگیره. دقیقاً اگه نماد روز اعمال اختیارتون بسته باشه چه اتفاق میفته؟ اگر این اتفاق افتاده بود، اون روز اعمالتون اگر که اصل نمادتون بسته بود، اتفاقی که میفته حتما چک بکنید که به چه علت سهمتون بسته شده. اگر یک خبر مثبتی وجود داره واسش و فکر میکنید بعد از بازگشایی قراره قیمت سهمتون بره بالا، حتما تصویه فیزیکی بزنید، یعنی بگید که سهم میخوام به دست بیارم. اگر که بسته باشه ما متفاوت، یعنی محاسبه میکنن دیگه، میگن آقا قیمت بسته شده، قیمت الان چنده و تصویه میکنن باهاتون، بستگی به نوع تصویه که شما زدید داره. ولی اگه تصویه فیزیکی زده باشین مجبورن بهتون سهم بدن، این طرف فروشنده مجبور به شما مثلا سهم بده. وقتی که به شما سهم بده، اگر کسی بعد از بازگشایی سهم شما مثبت بخوره، اون تعداد برگه سهامی که شما به دست آورد هم باز مثبت خواهد خورد و اینجوری شما دو جانبه سود خواهید کرد. پس حتما حواستون باشه دلیل بسته بودن سهم شما در تاریخ سررسید چیه. اگر بسته باشه بازگشایی تفاوتی نمی‌کنه و اعمالش صورت خواهد گرفت، تسویه صورت خواهد گرفت. بله، هزینه معامله چیه؟ هزینه معامله انقدر اندک هست که بتونید ازش صرف نظر بکنید. یعنی الان مثلا ما گفتیم آقا آربیتراژ مثلا 3% سود میده، گفتن خب کارمزد مثلا در نظر نگرفتید احتمالاً دیگه. کارمزد انقدر اندک خواهد بود که برای اختیارش حداقل بتونید ازش صرف نظر بکنید. مثلا تقریبا میشه حدوداً 25% میشه، 24.5% میشه جمع خرید و فروش اختیارتون بابت هزینه‌اش. توی TSE گفتن سورت نمیشه، میشه توضیح بدید؟ من الان چند باری که حالا احتمالا خودتونم دیدید زدم سورت شد، مشکلتون چیه که سورت نمیشه؟ احتمالا یکم زمان ببره چون از ابتدا تا انتها رو داره دوره همه رکورد رو سورت میکنه، یکم زمان میبره ولی باید امکان پذیر باشه. اعمال نقدی میزنید برای فرصت آربیتراژ؟ بله، میتونید اعمال نقدی هم بزنید، مشکلی نداره. ولی گفتم اگه بسته بود میتونید حتی اعمال فیزیکی هم بکنید. دیگه چی؟ آربیتراژ فقط برای خریده؟ گفتم نه، میتونید که مثلا البته باید یه جوری باشه که شما یک
اختلاف قیمتی براتون به وجود بیادش دیگه. روی مثلا چی بخوایم بگیم؟ روی اختیار فروش. شما میتونید که سهم رو مثلا برید از توی بازار بخرید 50 تومن، اختیار فروشش رو مثلا دارید یا فرصتش رو دارید چک میکنید شده 65 تومن. مثلا اختیار فروش 60 تا هست به قیمت 65 تومن، خود 60 تو بازار هست 50 تومن. میرید سهمو میخرید، اختیار فروشش هم میگیرید، 65 تومن میفروشینش به جای 50 تومن. این هم میتونه یه فرصت باشه. نه، لزوما فقط برای اختیار خرید نی. تصویر رو گفتم که قطع میکنم. رنج پریمیوم چقدر؟ رنج نداره، قطعا رنج نداره، بستگی به اصل سهم و ماند تا سر رسید داره. ضمن تشکر، فیلم کلاس در یوتیوب بارگذاری میشه؟ نه، کلاس ضبط نمیشه، یعنی حداقل من ضبط نمی کنم که بخوام بارگذاریش بکنم به شخصی یا خود کارگزاری، ولی کلاس به صورت متناوب برگزار میشه. نگران نباشید از این بابت، میتونید که حالا توی کلاس های بعدی هم شرکت بکنید. به چه شکلی قرارداد رو اعمال کنیم و سهم به دست بیاریم؟ خرید و فروش چجوری اعمال بکنیم؟ بذارید من اینجا متاسفانه سیستم خودم نیست آنلاین کلاس بیارم. شما باید قراردادتون اول فعال کرده باشین. آنلاین کلاس و قراردادتون رو که زمانی که قرارداد اختیارتون رو فعال کرده باشین، میتونید که توی سامانه آنلاین پلاس وارد بشین، نه ایزی تریدر، آنلاین پلاس وارد بشین. توی آنلاین پلاس که وارد شدید، میتونید نسبت به خرید و فروشاتون اقدام بکنید. متاسفانه رمزمو یادم نیست که بخوام نشون بدم خدمتتون. اگه رمز یادم اومد وارد سامانه میشم و بهتون نشون میدم. نحوه قرارداد به چه صورتیه و چه شکلیه؟ شما وقتی که وارد سامانه میشید، اگر قراردادهای اختیار براتون فعال باشه و خدمتتون عرض کنم که قراردادی باز داشته باشین، میتونید توی سمت راست منویی که وجود داره تصویر رو بزنید و توی تصویر حالتهای مختلف و شکلهای مختلفی که میتونید تصویر بکنید قراردادتون رو. میگید من یه قراردادی دارم 1000 تا، مثلا 10 تا قرارداد 60 تا دارم که میتونم به این قیمت به دست بیارم. حالا 60 تا الان تو بازار هست مثلا 136 تومن، من میتونم به دست بیارم 86 تومن. میتونید بگید تسویه نقدی با هاتون بکنن یا تسویه فیزیک. تسویه نقدی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما با تفاوتش 86 تومن تا 136 تومن رو به حسابتون واریز کنم بیا توی قدرتتون. و یا نه، میخواین تسویه فیزیکی بکنید، میگید نه من بلا چی میگن اول و آخرش یا هر چی بشه نشه، من فقط سهم میخوام، هیچ راه دیگه ای هم ندارم، من فقط سهم میخوام. تسویه فیزیکی میکنید و وقتی که تسویه فیزیکی بکنید مجبورم به شما سهم بدن. وقتی هم که سهم بدن، شما صاحب سهم های 86 میشید. حالا میتونه اون روز بره بالا بیاد پایین یا هر چیز دیگه. نقشندگی داره؟ دوم میفهمه نقشندگی داره. بازار اختیار اونهایی که معامله میشن بله نقشه‌بندی دارن، ولی حتما حتما از اونهایی که معامله نمیشن دوری بکنید. فعلا نه، کار موضوع فروش سهم هم باید حساب بکنید، ولی تسویه بزنید خیلی فروش دیگه ندارید، تسویه دارید میکنید، یک هزینه یا لا حداقلی دارید میپردازید. کارگزاری مفی فقط اجازه اختیار خرید میده؟ نه، اجازه اختیار فروش هم وجود داره، ولی در سمت فروشنده اگر بخواید قرار بگیرید چه اختیار خرید چه اختیار فروش، نمیتونید اضافه یا فزاینده حالا قرارداد رو باز کنید. یعنی اگر 10 تا قرارداد خرید بودید، قرارداد فروش خریده بودید از قبل، میتونید همونو ببندید. 10 تا خریدید 10 تا میفروشید، 10 تا اختیار فروش خریدین 10 تا میفروشین، ولی نمیتونید 15 تا بفروشین. یعنی اصطلاحاً حالا به صورت فزاینده نمیتونید عمل بکنید. چرا؟ چون اون 5 تا ما با تفاوتش، اون 5 تا اضافیش بهتون ارور خواهد داد. اینه که بسته است در کارگزاری مفید. بله، بستگی داره که فروشنده گفتن مجبور نیستش که حتما سهم رو بده و میتونه که ما با تفاوت رو
پرداخت بکنه، که اون حالا بستگی داره به اینکه کی اعمال بکنید، به چه صورتی باشه، اون طرف فروشنده اصلا چجوری راحت تر باشه. ولی در هر حال یه چیزی هستش که شما باید خدمتتون عرض کنم که حواستون باشه که یه پولی بهتون پرداخت خواهد شد دیگه، حالا یا پول یا سهم، بستگی به اون قراردادی که شما زدید، و طرف دومتون هم باید تایید بکنه، بگه آقا مثلا تسویه نقدی اوکی هم، تسویه فیزیکی اوکی هم، چه جوریه. هر حالتی که باشه، به هر حال اون ما متفاوته به یک جوری به شما حالا اضافه خواهد شد. اینو باشه، 3 و 16 شد، بریم ادامه، برمیگردیم. خب یه چیزی میخواستم نشون بدم، ها مفید آنلاین بود که متاسفانه رمزامو یادم نبود و نمیتونم وارد شم. دیگه چی میخواستم نشون بدم خدمت عزیزان؟ خیلی چیز خاصی خاطرم نیست. یه دقیقا من تصویر از حالت شیر درارم، فایلمو باز بکنم و مجددن شیر میکنم. میخوام یکم سخت‌ترش بکنیم. استراتژی ها همیشه به این حالتی که شما میبینید یه دونه رو میخرین، یه دونه رو میفروشین، نمیدونم منتظر میمونید تا به حالا اون تاریخه برسه، اعمال بکنید، اعمال نکنید و الاخر نخواهد بود. سخت‌تره. یه کوچولو میتونه سخت‌تر بشه و میتونید که حالا ببینید که به چه صورتی ممکنه که اتفاق بیفته. ما انواع مختلفی داریم. هنوز تصویر شیر نکردم، میدونم چون باز نشده متاسفانه با این سیستمه. ما انواع مختلفی از استراتژی های اختیار رو داریم. تقریبا میتونیم بگیم 70-80 تا حالت مختلفه. و این 70-80 حالت مختلفی که میتونه برای شما وجود داشته باشه توضیح میدیم خدمتتون. و این هم تمام و تصویر الان شیر شده. ما 70-80 حالت مختلف رو میتونیم در نظر بگیریم. ممکنه تو ذهنتون بگید چجوری 70-80 تا استراتژی خیلی سخته. آره سخته. بیام یه مثال بزنیم. ما الان تا الان 6 تاشو مثلا با هم دیگه یاد گرفتیم. هفتمیش اینه که یه دونه بخریم، یه دونه بفروشیم. هشتمیش اینه که یه دونه از این ور بخریم، یه دونه از این ور بخرید. نهمی ممکنه که هر دو سمتو بخوایم بفروشیم. دهمی ممکنه که این سمتو بفروشین، این سمت رو بخریم. سمت خرید رو بخریم، بفروشین و سمت فروش رو بخریم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که این حالتهای مختلف میتونه با تغییر در نوع خرید و فروش شما اتفاق بیفته، میتونه در تغییر نوع اختیار شما اتفاق بیفته، و حالت سخت‌ترینش میتونه با ادغام چند اختیار خرید و چند اختیار فروش باشه. یعنی به جای اینکه یه دونه بخرید از این سمت، سمت راست، یه دونه از سمت چپ مثلا بخرید یا بفروشید، میتونه باشه 3 تا حالت مختلف بخرید، 3 تا حالت مختلف بفروشید. مثلا حالت‌های حالا کولار ممکنه باشه، مثلا آیرون ممکنه باشه، یا حالت‌های دیگه‌ای که میشنوید یا ممکنه بابت استراتژی‌ها بهتون گفته بشه. مثلا حالت‌های اسپرد رو ما داریم که میتونید استفاده بکنید، نمیدونم استرانگل رو داریم، استرادل رو داریم و و و همه اینها میشن استراتژی های مختلف. پس استراتژی ها به خاطر اینه که خیلی گسترده است، چون انواع مختلفی داره، خیلی حالت های مختلف میتونید بخرید، بفروشین و الی آخر. بریم چند تاشو یاد بگیریم. لانگ کال رو گفتیم، شورت کال رو گفتیم. کال به معنی اختیار خرید هست، پوت به معنی اختیار فروش، لانگ به معنی خرید کردن هست و شورت به معنی فروختن. اینا اسم استراتژی لانگ کال، یعنی خرید، اختیار خرید به معنی این هستش که شما باید اختیار خرید رو بگیرید. ولی یه جایی میرسیم، مثلا بیام اینجا، نه مثلا اینجا میگه که لانگ استاک
به اضافه شورت استرادل که یک شکل اینجوری میسازه. اسم استراتژیش میشه این شکلی. یکم دیگه بیایم پایین تر، مثلا کلار رو داریم، مثلا یا حالت مثلا مجازی طور یا حالت غیر واقعی خرید سهام یا حالت های دیگه ای که میتونه برای شما داشته باشه. پس اینا اسم استراتژی، لزوما به این معنی که حتما باید توی اون همین کار رو انجام بدید نخواهد بود. یک استراتژی که عزیزان گفته بودن حتما توضیح بدیم کاورت کال بود. بریم کاورت کال رو با هم دیگه ببینیم، اگر پیداش کنم اینجا. دارن تماس میگیرن، اجازه بدید. من فکر کردم شرکت هستش، صدای تصویر قطع شده. خب نه، نه صدا قطع بود نه تصویر. میریم ادامه. شرکت رو بعدم پاسخ میدیم. خب کاورت کال رو بگیم با هم دیگه. اینجا بریم بزرگش بکنیم. یه استراتژی داریم به اسم کاورت کال که چه کار میکنه برای شما توضیح دادیم ها، یعنی همین تو این یک ساعت اخیر یاد گرفتیمش. اصطلاح خارجیش یا حالا استراتژی که به نام اصلیش اگه بخوام بگیم، کاورت رایت هم بهش گفته میشه. کال میگن، کاورت رایت هم گفته میشه. چرا؟ بیایم ببینیم چی کار باید بکنیم توی این استراتژی. شما این استراتژی توش سهم رو میخرین و این سهمی که خرید کردید به قیمت مثلا 50 تومن، این دلاره، شما تومن در نظر بگیرید، به قیمت 50 تومن که اومدید خرید کردید سهمتون رو، اختیار خرید 50 تومنی همون سهم رو میفروشینش، یه پولی به دست میارید. یعنی شما یک سهمی خریدید 50 تومن، درست؟ همین سهم رو همون قیمتی که شما دارید خرید میکنید چی داره برای شما؟ یک اختیار خریدی هم داره. بخوام مثال فارسیشو بزنیم با هم دیگه، مثال بازار خودمون رو بزنیم. شما 60 تا رو میخرید به قیمت 86 تومن تا 90 تومن، مثلا یه چند درصد بالاتر پایین تر، چون دقیقا به همین قیمت ممکنه خیلی سخت پیدا کنید، اصلا پیدا نشه، ولی هول و هوش همون قیمتی که دارید میخرید. و از اون طرف اختیار خریدش رو، مثلا اینجا اختیار خریدش رو به همون هول و هوش قیمتی میفروشین و بابت فروشی که به دست آوردید اینجا شما چی به دست میارید؟ سهم به دست، چیه؟ یک پولی به دست میارید. نکته، دقیقا میتونید به همون اندازه‌ای که سهم خریدین قرارداد بفروشین. من اگه 1000 تا برگ سهم خریدم یه قرارداد میفروشم، 10000 تا خریدم 10 تا قرارداد رو میفروشم. با فروختن اون اختیار خریده شما چی به دست میارید؟ یک پولی به دست میارید که مثلا اینجا اگه هلوش 865 میفروختم 610 ریال 61 تومن به دست میاوردم، که حالا همچین چیزی امکان پذیر نبودش. و به هر قیمتی که بفروشین شما یه پولی به دست میارید، مثلا اینجا گفته 3 تومن به دست میارید، 3 دلار به دست میارید. پس پای شما داره دقیقا چقدر در میاد اون خرید سهمه که 50 تومن گفتیم خریدیمش، ولی چون یه 3 تومنی هم دارم یه جایی به دست میارم بابت فروش اون اختیاره، عملا داره پای من 47 تومن در میاد اون قیمت اون سهمه. اوکی، این استراتژی کی کاربرد داره و کی اصلا به درد شما خواهد خورد؟ شما دنبال این بودید که بیاین یک تأمین مالی خیلی اندکی رو انجام بدید. اصلا بهتر بگم که این توصیه نمیشه، خیلی این استراتژی خیلی توصیه نمیشه. یه استراتژی دیگه شبیه اینه که احتمالا منظور عزیزان هم اون بوده، ولی حالا چون گفته شد دقیقاً به همین اسم من اومدم اینو توضیح بدم خدمتتون. و اینکه کلن این استراتژی کی استفاده میشه؟ زمانی که شما فکر میکنید قیمت سهم شما از اونجایی که هست، قیمت سهم شما از اونجایی که شما دارید میخریدش
قرار در جا بزنه، یعنی همون هولوش قیمتی باشه، یا بره بالا قیمتش. چرا دارید میفروشین پس اختیار خریدش رو؟ چرا اختیار خریدش رو دارید میفروشین؟ چرا در سمت فروشنده قرار گرفتین؟ به خاطر اون تأمین مالیه که میتونه داشته باشه، هر چند اندک. این استراتژی برای شما ضررش نامحدود عزیزم. اگر قیمت سهم از این 865 ریالی که داشتیم میدیدیم، از این 50 تومانی که خرید کردید بیاد پایین، قیمت سهم بیاد برسه مثلا به 40 تومان، بیاد برسه به 40 تومان، اینجا ها مثلا در نظر بگیریم بیاد برسه به 40 تومان، شما چقدر ضرر میکنید؟ خطر ادامه بدید، یه تا منفی 7 و 8 ضرر میکنید. چرا؟ چون شما نهایتا میتونستین چقدر سود بکنید؟ نهایتا اگر سهم بخواد در جا بزنه یا قیمت سهم بره بالا، شما باید چه کار بکنید؟ شما باید به چه صورتی کار رو انجام بدید؟ سهم خریده بودید، اختیار خریدش رو فروخته بودید. این اگه قیمت سهم رفت بالا، قیمت سهم رفت بالا، شما چی میشه براتون؟ چه اتفاقی براتون میفته؟ وقتی که قیمت سهم بره بالا، شما مجبورید به طرف مقابلتون که خریدار بوده بفروشین سهم رو. قیمت سهم رفت رسید به 100. 100 شد قیمت سهم، به جای 50 شد 100، دو برابر شد. اون قراردادی که اون کسی که اون قرارداد از شما خریده میاد میگه به من بعد بفروشی 50، شما هم میای سهمای خودتون رو که داشتین میفروشین به اون طرف مقابل 50 و هیچ سودی اینجا نکردین شما در اصل. اما از اون طرف یه سهی که اون اول به دست آورد بودید میشه سود شما. پس این قیمت سهم بره برسه به هر جایی، بالا رفتنش هیچ سودی برای شما به جز اون پریمیوم دریافتیتون نداره. و اگه قیمت سهم مثلا بیاد پایین، قیمت سهم بیاد برسه به 30، 20 و حالا هر چیز دیگه ای، چون شما خود سهم رو هم خریده بودین، بابت خرید خود سهمتون ضرر خواهید کرد. و این ضرر شما میتونه حالا تا زمانی که میفروشین سهمتون رو دیگه حفظ بشه، هی بره بیشتر بشه و بیشتر بشه. این از یه چیز دیگه ای که وجود داره و احتمالا منظور عزیزان این بوده، استراتژی داریم به اسم پروتکتیو پوت. این استراتژی چیه؟ این استراتژی تقریبا میتونیم بگیم که استراتژی بیمه کردن سهام اسمش میتونیم بذاریم توی فارسی، حفاظت کردن از سهامتون. عکس دقیقا همین حالا کاورت کالی هستش که عرض کردم خدمتتون. چی کار میکنه؟ میگه ببین تو سهمو میخری و حتما فکر میکنی وقتی یه سهمی رو میخری حتما فکر میکنی سودی خواهد بود دیگه. من ذوقو میخرم 411 و فکر میکنم که سودیه، بازار سودیه و این 411 تومانه پس باید برسه مثلا به 440، 50، 60 یا هر جایی که من براش تارگت در نظر گرفتم. درست؟ ولی میخواین ریسک خودتون رو هم محدود بکنید. میخواین ریسک خودتون رو هم محدود بکنید. چطوری میتونید ریسکتون رو محدود بکنید؟ میگید ببین بازار ما معلوم نی، ممکنه قیمت سهم من از این 411 یهو بیاد برسه مثلا به 300 تومان، بیاد برسه به 350 تومان، منم هیچ کاری نتونم بکنم. چرا هیچ کاری نتونم بکنم؟ چون ممکنه این سهم صفحه فروش بشه، صفحه فروشش هم انقدر سنگین باشه که من نتونم اصلا خارج بشم از این سهم و میخوام جلوگیری بکنم از این ریسک. میگم حد ضررم هم مثلا هستش یه درصدی، یه درصدی هم مثلا من حد ضررم در نظر میگیرم. کاری که انجام میدم اینه که میام توی زباهن میگردم، دارم خرید میکنم سهمش رو. مثلا اگه امروز من ذوب خریدم حدود 411 تومن، میام تو این لیست توی ذوب ها میچرخم ببینم که چی وجود داره برای 411. حالا مثلا الان بر اساس سررس، آها اینو میخواستم نشون بدم الان یادم اومد، گفته بودن سورت نمیشه، من هم هر کدومش رو بخواین میزنیم که ببینید سورت میشه یا نمیشه. میبینید یکم یکم زمان میبره ولی بر اساس ارزش معاملات مثلا سورت شد، بر اساس حجم سورت شد و هر چیز دیگه‌ای که شما روی این خود فیلدش کلیک بکنید براتون سورت میکنه. توی اختیار فروش های ذوب اینجا میچرخم،
تا ببینه هوش همون من رو میخرم قیمت اعمالش، یعنی هوش 411 تومن برای روزهای بعدی، مثلا 50 روز، 30 روز، 40 روز آینده چیزی داریم یا نه. داشتیم هوش همون قیمتی که دارم زبر رو میخرم اختیار فروشش رو هم میخرم، که چه کار کنم؟ که از پایین اومدن قیمت سهمم حفاظت کنم، که سهمم رو بیمه بکنم. که چی؟ که اگر قیمت سهم از این 411 یا اون هولوش قیمتی اومد پایین تر، من یک اختیار فروشی دارم. مثلا حالا تو زوبی هم اینجا پیدا نمی کنم که داشته باشیم. ملی و بانک صادرات همه رو پیدا کردم تو این زوبه، یه دونه زوبه اینجا داشت. این چنده؟ قیمت مال 170. هیچی، اصلا یه روز هم هستش، اصلا کاری ندارم. و حالا جزی یه روز دیگه نمیدونم اصلا داره چیزی ندارم. 400 اینا هاش خوب شد پیدا شد. به مثلا 411 یا زوب، این دو تا زوب، سه تا زوب اینجا داریم. 260، 225، 190. نه خیلی چیز خاصی برای من نداره، نزدیک این قیمت 411. حالا اگر داشت میچرخم، یک اختیار فروشی رو پیدا میکنم، میخرمش، و اون وقتی که خرید کردم دارم اصطلاحا از حالا سهمم حفاظت میکنم. چرا؟ چون اگر قیمت سهم من از اون 50 از اون 411 اومد رسید به 300 تومن، من اختیار فروشش رو دارم، میرم اختیار دارم که بفروشم به این قیمت هولوش اون چیزی که خرید کرده بودم، پس اعمالش میکنم میفروشم. به جای ضرر هنگفتی که شاید تو صف فروش قرار گرفته باشم، نتونسته باشم سهمم بفروشم و و و هر چیز دیگه ای، خیلی راحت از اختیار فروشم استفاده میکنم. این اتفاق توی اختیار فروش هایی که حالا به نوع تبعی هم شنیدینش، همین اتفاق داره میفته، همین استراتژی داره پیاده سازی میشه. اما اختیار فروش های تبعی کاملا متفاوته، اصلا طرفش نمیریم. و اگر تو این لیست شما یه دونه اختیار فروش تبعی هم پیدا بکنید، حالا میشه گفتش که جایزه دارید. همچین چیزی وجود نداره، اختیار فروش های تبعی اصلا کاملا متفاوته، ولی کاری که دارن میکنن همین کاری هستش که عرض کردم خدمتتون. پس اشتباه نکنید، ما داریم راجع به اختیار فروش و خرید سهم که با ز رضا و ته دست دار نمایش داده میشه صحبت میکنیم، اونایی که ه اولش داره اصلا کاری نداریم. پس این همیشه استراتژی بعدی خیلی پرکار برده، مخصوصا برای افرادی مثل من که ریسک گریزن و خیلی شاید سطح ریسک پذیریشون پایینه، دوست ندارن خیلی ریسک بکنن و هر چیز دیگهی که میدونید و حالا شنیدید. اگر همچین حالتی هستش، این استراتژی میتونه کمکتون بکنه. یه دونه دیگه هم بگیم با هم دیگه، استراتژی پرکاربرد با حال حالا پر استفاده، و اون هم لانگ کال اسپرد. گفتم امروز احتمالا متفاوت تر بگیم استراتژی همون نسبت به دفعات قبلی. و اون هم حالا کلن تفاوتش رو میخوایم امروز راجع به استراتژی اسپرد ها صحبت بکنیم. اسپرد ها به معنی اختلاف میشه. من میام میگم اختلاف قیمتی اعمال حالا دوتا اختیار مختلف میتونه که برای من یک استراتژی رو بسازه. چه شکلی کار میکنه؟ توضیح میدم خدمتتون. این استراتژی کی کاربرد داره؟ استراتژی خرید، اختیار خرید اختلافی، حالا اگه بخوام تحت لفظی معنی بکنیم، یا اصطلاحاً لانگ کال اسپرد، به چه معنی هست؟ به این معنیه که شما تصور میکنید بازار حدوداً مثلا 1%، 5%، 15%، نه نهایتاً مثلا تا 15% میتونه بالا بره، یه 15% هم میتونه مثلا پایین بیاد. یه درصد تقریبا اندکی بازار میتونه که رشد داشته باشه یا افت داشته باشه. حتی اکثر سود شما میگم خدمتتون کجا خواهد بود، و حتی اکثر ضرر شما هم که تهش بسته هستش، یعنی ضرر شما ضرر محدودیه، ریسک شما توی این
استراتژی ریسک محدودی، یعنی بیشتر از یه عددی هرگز ضرر نخواهید کرد و بیشتر از یه عددی هم سود نخواهید کرد. توضیح بدیم چه شکلیه به عنوان استراتژی آخر امروزمون انشالله، و خیلی پرکار برده، یعنی تقریبا توی همه کانال‌های اختیار اگر ببینید یا نمیدونم جز به شاید تاپ 5 استراتژی‌های اختیار باشه. بریم اینجا روی این لیستمون، چون داریم لانگ کال رو صحبت میکنیم پس راجع به اختیارهای اینجا میام و اختیار خریدش رو صحبت میکنیم این. و میام راجع به حجم زیاده، از حجم زیاد به حجم کم سورتشون میکنیم و میگردیم دنبال چی؟ میگردیم دنبال اختیار خریدهایی که از یک نماد هستن، مثل همین زسپا روزهای باقی مونده تا سررسیدشون یکسانه و قیمت اعمالشون هم یک تفاوت، حالا هر چقدر بیشتر باشه این بیشتر خواهد بود، این اختلاف، این حالا اندازه بیشتر خواهد بود و این بزرگتر خواهد بود. نوسانه که عرض کردم چون تصوری که بازار خواهید داشت این بزرگتر خواهد بود. میگردیم دنبال اینها. پس چی شد؟ اختیار خریدی که از یک نماد، یک تاریخ سر رسید، بالا با قیمت‌های اعمال متفاوت باشه. اوکی. یک قیمت اعمالی داریم که بالاتر هستش، مثلا این الان 400ه. یک قیمت اعمالی داریم که پایین‌تره، مثلا این الان مثلا 325ه. ترجیح میده مثلا 325 و 360 باشه مثلا نهایتا، یا 300 باشه، این احتمالا 300ش. آره این 17 روزه. ببین مثلا الان این زسپا رو باز میکنم که 300 تومانیه، این زسپا رو باز میکنم که 325 تومانی. 24 سه هر جفتشون سر رسیدشه، حسابه و این هم حسابه. یه دونه قیمت پایین تره، یکی یه قیمت پایین تره، یکی یه پله یه 25 تومانی بالاتره. پایینیه رو میخرید، یعنی از جنس خریده و در طرف خریدار قرار میگیرید. اینجا مثل این پایینیه ما اینجوری حفظ میکنیم، قیمت پایینیه رو میخریم، قیمت بالاییه رو میفروشیم و 325 رو شما میفروشینش. وقتی که حالا بخوای بخرید 319 شما اینجا میپردازین و پول دارید پرداخت میکنید، اینجا دارید شما 171 دریافت میکنید. یعنی ما با تفاوت این دوتا در نظر بگیریم، تقریبا شما دارید حدودا مثلا 140 تومن از جیبتون میدید، یعنی بدون اینکه پولی به دست بیارید. خودش حساب هم بریم ببینیم، امیدوارم بین این دوتا قیمت باشه. چنده؟ خوبه. شما اختیار خرید رو خریدید به قیمت 300، درسته؟ یعنی میتونید در تاریخ 24 خرداد ماه صاحب سهم حساب ها بشید به قیمت 300 و از اون طرف میتونید، یعنی وقتی که فروختید و در طرف فروشنده قرار گرفتید، یک فردی هست که میتونه بخره از شما، اگر قیمت حساب با بالاتر از 325 تومان باشه میتونه بخره از شما و صاحب سهم 325 تومانی حساب بشه که ممکنه تو بازار هر قیمتی باشه. حالا بیشترین سود شما زمانی هستش که شما که خریدار بودید اختیار خریدتون رو اعمال بکنید، یعنی اینجا قیمت سهم بالاتر از 300 تومان باشه توی این مثالمون. پس شما زمانی میتونید این قرارداد، یعنی بیشترین میزان سود شما زمانیه که اختیار خریدتون رو اعمال بکنید و چون فروختید دیگه، یعنی یک طرف مقابلی بوده که خریدار بوده، اون طرف مقابل شما یه جوری قیمت سهم باشه که نتونه اعمال بکنه، یعنی 325 تومان نباشه، قیمت سایپا پایین تر از 325 تومان باشه. پس ما با تفاوتش اینجا، شما 300 تومن این نقطه هستید، این نقطه
و 325 تومن این نقطه است. شما قراردادتون رو اعمال میکنید و صاحب سهم 50 تومنی 300 تومنی مثلا در نظر بگیرید میشید و طرف مقابلتون ممکن اعمال بکنه ممکن اعمال نکنه و شما صاحب اون طرف مقابل ممکنه حالا صاحب سهم 325 تومنی بشه. بیشترین میزان سود زمانیه که این قیمت سهم دقیقا 325 تومن یا بالاتر باشه، این قیمت سهم شما بالاتر از 325 تومن باشه بیشترین میزان سود شماست. دقیقا اون حالا لگ رو شما میتونید کامل سودش رو دریافت کنید. 300 خریدید، 325 فروختید و حالا اون طرف مقابل اعمال میکنه، شما هم اعمال میکنید، همه این دوتا رو به دست میارید، این 25 تومن میشه سود شما. یه جایی میتونه این سود کمتر بشه. کجا میتونه سود شما کمتر از این 25 تومن بشه؟ اینجا که یک جایی میرسین و میبینید پریمیوم ها ارزش نداره حقیقتش. 319 که الان دارید میبینید خیلی ارزش نداره، یعنی 30 تومنه و این 30 تومنه بیاد روی این 300 تومن قرار بگیره تقریبا داره به قیمت 330 تومن اختیار خریدش داره معامله میشه و این 319 خیلی عدده بالای محسوب میشه برای پریمیوم این. چرا؟ چون دارید 330 تومن پول میدید در صورتی که 316 تومن تو بازار داره معامله میشه. خب چه کاریه؟ و از این طرف این حالا باز شاید بخوایم بگیم این هم البته غیر منطقی، 325 171 نباید باشه، 325 همین الانش در ضرره پس نمیتونه که بالاتر باشه، 171 هم عدد زیادیه و این دوتا داره جفتشون گرون معامله میشه. توصیه چی میتونه باشه؟ بریم یه پله پایین تر، مثلا ببینیم 270 80 تومانی داره، 280 این نزجار 17 روز، ببینیم چی داریم، یه 17 روز دیگه داشتیم، این مثلا 350 350 ایش هم باز کنم، با 325 تومانی شاید خوب بشه ترکیبش. یه دونه دیگه هم داشتیم که 17 روز مونده بود، اینم 400ه، 400 دیگه رو هم ببینیم، 400 دیگه واقعا بعیده. میتونه 350 رو من بیام بخرمش به قیمت 90، 400 رو بفروشمش به قیمت 30، 6 تومن اینجا تقریبا دارم ضرر میکنم. هر چی بالاتر از 350 باشه اگر برسه، نمیدونم خیلی 17 روز زمان زیادی نیست دیگه، بالاتر از 350 باشه من قراردادم اعمال میکنم، اون طرف مقابلم احتمالا دیگه تا 400 نمیرسه سایپا تا 17 روز آینده کدوم بود اینا، تا 400 تومن نمیرسه و این نمیتونه اعمال بکنه و ما با تفاوت 350 تا هر قیمتی که من سهمو به دست میارم میشه سود من. لانگ کال اسپرد اسمشه، اختیار خرید اختلافی، یه پله دو پله هر چند تا پله ای که میخواین این دو تا با هم دیگه اختلاف داشته باشه ولی از یک جنس باشه، پله پایینی رو میخرین، پله پایین رو میخرین، پله بالا رو میفروشین و ما با تفاوتش هر چقدری که بین این دوتا قیمت قرار بگیره میشه سود شما. ضرر شما کی خواهد بود؟ ضرر شما قیمت حالا این دویی میشه که بابت پریمیوم ها دارید خدمتتون عرض کنم که میپردازید. من الان مثلا توی این مثال خارجیش 4 تا پرداختم، 2 تا به دست آوردم، ما با تفاوتش میشه 2 تا. نهایتا من میتونم 2 تا ضرر بکنم، نهایتا به اندازه پریمیومی که پرداختید ضرر میکنید. 6 تومن اینجا توی مثال 350 و 400 ضرر میکنن، توی این مثال مثلا 319 و 171 116 تومن مثلا ضرر میکنن و این میتونه که میزان ضرر شما باشه. یک کوچولو بخوایم ریسکش رو بیشتر بکنیم چه شکلی میشه؟ حیف اینم نگیم، بیام 300 بخرم 400 بفروشم، 300 بخرم 400 بفروشم، 300 رو باز 319 میخرم، اینجا 30 میفروشمش، خیلی اختلاف زیاد میشه. میبینید الان شما دارید 30 تومن تقریبا میپردازید و به ازای هر سهم ممکنه 30 تومن ضرر بکنه که کاملا هم محتمله. پس واسه همین حواستون باشه که دارید چه پله هایی رو خرید میکنید، آیا اصلا سهم شما میتونه به اون قیمت برسه یا نه. برای لانگ کال اسپرد به خاطر قیمت های پریمیومش که خیلی قیمت های شاید زیادی باشه روی این نماد، به نظر نمیرسه که خیلی منطقی باشه، پس میتونم برم رو نمادهای دیگه این
استراتژی رو پیاده سازی بکنم. سوالی نکته با توجه به اینکه تایم اونم تموم شده ولی من چند دقیقه اینو دیر اومدم، سوالی نکته راجع به این دوتا هست بفرمایید. نه نه نه، اصلا اختیار فروش تبعی رو گفتم بذارید کنار، هیچ کاری ما بهش نداریم. اختیار فروش تبعی رو ما هیچ کاری بهش نداریم. وقتی اختیار فروش مثلا گفتن معامله نمیشه و حالا فروش فزاینده ای هم وجود نداره، چطوری میتونیم کاورت کال اجرا بکنیم؟ اختیار فروش ها رو گفتم دست ما خیلی بسته است، باید حتما ببینیم اول چیا معامله شده بعد استراتژی اون رو روش پیاده سازی بکنیم. اما اینکه فروش فزاینده نداریم، من گفتم تو کارگزاری مفید فعلا نداریم، فعلا اون هم و البته حالا به صورت محدود شده اون هم داریم البته، ولی خیلی حالا شرایط مختلفی داره. اما به صورت کلی توی کارگزاری های دیگه یا جاهای دیگه، یا یکم صبوری بفرمایید، حالا اینو یاد میگیریم صبوری میکنید، توی آینده احتمالاً باز خواهد شد این قضیه فزاینده هم برای همه عزیزان و میتونن استفاده بکنن به این صورته. دیگه چی ببینیم که سوال هست؟ زسپای C25 قیمت چی دارید میگید؟ 302 میتونه جذاب باشه برای اعمال کردن اگر دارید از قبل، که قطعا باید اعمالش بکنید و قطعا میتونه به دردتون بخوره. C25 کدومه؟ 29 C33 C25ش نمیدونم قیمتشه یا کدشه. اگه کدشه بگید قیمت اعمالش چنده، اگر قیمت اعمالش بود که کلا میارزه دیگه از این بابت. من اوربیس دارم، اون نمیشه باش آتین، این آتی نیستش عزیزان، این اختیاره. آتی چیز دیگه ایه، یک بازار دیگه ایه. این بازار بازار اختیاره. آتی یعنی هر جفت شما هم خریدار هم فروشنده تعهد داره، اینجا اختیاره، یعنی طرف خریدار اختیار داره بگه میخوام یا نمیخوام. اینا و اختیارم اختیار سهمه، نه اختیار حالا کالایی بخواید در نظر بگیرید. همه اینها بازار مختلف میشه. اگه سهم معامله کنیم بهتره به نظر شما؟ اختیار معامله چه مزیتی داره؟ مزیت پوشش ریسکتون، با سرمایه کمتر میتونید که یک حالا صاحب سهم بشید یا حالا از بازار نزولی میتونید استفاده بکنید. اهرم داشتنش هستش و فرصت هایی که توی این بازار وجود داره خیلی زیاد میتونه که واقعا مزیت داشته باشه، خیلی بهتر از بازار سهام. شاید حتی بتونید اگر روش فعال باشید سود کسب بکنید و کمکتون بکنه، فقط نیازمند یکم تجربه استفاده کردن و تمرین مستمر خواهد بودش. خسته نباشید و خود قوت میگم خدمت عزیزان و امیدواریم که نکاتی که گفتیم به دردتون بخوره بشه که استفاده بکنید و اگر سوالی ابهامی هم بود در آینده در خدمتتون خواهم بود.